سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ویند. در خدمت شما عزیزان خواهم بود با قسمت دیگری از برنامه فوتبال برتر که در این برنامه بررسی خواهیم کرد رفتار فنی تیم استقلال و در واقع آنالیز خواهیم کرد که تک به تک بازیکنان این تیم و تاکتیک های اتخاذ شده از کادر فنی این تیم رو که امیدوارم بتونم اطلاعات دقیق و کاملی رو به شما بینندگان علاقمند ارائه بکنم و با توجه به ساخت یک چنین برنامه هایی امیدوارم که شما عزیزان بتونید از تماشای بازی فوتبال لذت بیشتری رو ببرید. در این برنامه همونجور که خدمت شما عزیزان عرض کردم به بررسی تیم استقلال خواهیم پرداخت. یک قسمت کوتاه ببینید، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم. تیم استقلال در لیگ هفتم برتر کشور با در واقع یک تیم متفاوت نسبت به سالهای گذشته خودش ظاهر شد. همونجوری که اطلاع دارید پس از تغییرات مدیریتی این باشگاه و تغییراتی که در سطح کادر فنی این تیم انجام شد، هیئت مدیره و کادر فنی به این نتیجه رسیدن که یک سری بازیکنان جدید رو به این تیم اضافه کنن و یه چیز حدود 20 بازیکن این تیم تغییر کرد. تیم استقلال در بازی اول خودش در لیگ آزادگان در واقع با ترکیب 4-4-2 وارد میدان شد و با توجه به اسم بازیکنانی که داشت همگان انتظار یک بازی بدون نقص از این تیم رو داشتن، ولی در واقع بعدن در مرور بازی ها و در مرور رفتار تاکتیکی بازیکن‌ها به این نتیجه خواهیم رسید که بعضی از انتخاب‌های کادر فنی برای قرار گرفتن در سیستم‌ها چندان هم انتخاب درست و صحیح نبوده و نتونست که انتظارات رو برآورده کنه. ترکیب 4-4-2 که تیم استقلال در ابتدای امر با اون پا به میدان گذاشت به این ترتیب بود که قربانی، منتظری، صادقی و امیرآبادی چهار مرد خط دفاعی این تیم بود.
در میانه میدان روانخواه سانجان اورسویچ و میثم منیعی و محمد نوازی به حالتی که مشاهده میکنی یک در واقع کمان رو در میانه میدان تشکیل میدادن و برهانی و بیاتینیا هم دو مهاجم نوک این تیم بودن که در واقع دو مهاجم بودن که در یک خط اغلب قرار میگرفتن. استراتژی اصلی تیم استقلال به این ترتیب بود که با حرکت منیعی و نوازی از جناحین به سمت جلو و در واقع رسوندن توپ به برهانی و بیاتینیا بتونن که این مهاجمان رو صاحب توپ بکنن و در واقع یکی از تاکتیک ها توپای کناری بود و یا اینکه با نفوذهای سریع امید روانخواه این تیم بتونه که از عمق هم به تیم‌های حریف ضربه بزنه. پس از اینکه این ترکیب در تیم استقلال نتیجه نداد، استقلال اومد و یک تغییراتی رو در ترکیب خودش انجام داد. تغییرات به این حالت بود که از 4-4-2 به 3-5-2 تغییر آرایش داد، به این حالت که قربانی، منتظری و صادقی در خط دفاع قرار گرفتن که البته با محرومیتی که امیرحسین صادقی گریبان گیرش شد لطفی به این جمع اضافه شد و در واقع هافبک های استقلال به این حالت قرار گرفتن که اورسویچ به عنوان هافبک دفاعی و به عنوان در واقع جلوی سه مدافع قرار گرفت، منیعی و روانخواه دو گوش چپ و راست بودن و امیرآبادی و نوازی هم دو پیستون و یا دو بال چپ و راست بودن که به تناوب جای این دو بازیکن با هم عوض می شد و برهانی و بیاتینیا هم همچنان به عنوان دو فوروارد تارگت در نوک حمله قرار می گرفت. در واقع از دو هدف تیم استقلال در این مسابقات استفاده می کرد. پس از اینکه بیاتینیا آسیب دید، تیم استقلال با اضافه کردن فرهاد مجیدی به ترکیب خودش در واقع با این ترتیب و با این آرایش و چیدمان پا به میدان حریفان میگذاشت که قربانی، منتظری و صادقی در خط دفاع بازی میکردن، اورسویچ، امیرآبادی، منیعی، نوازی و روانخواه هم در خط حمله بودن و مجیدی و برهانی در واقع در این آرایش قرار می گرفتن که مجیدی به عنوان در واقع یک فوروارد پیرامون قرار می گیره و با یک تارگت بازی کرده و تیم استقلال از مجیدی به عنوان یک حامی و یک بازیکن آزاد در ترکیب خودش استفاده کرد که اختیار داشت به همه جای زمین سرکشی بکنه و در واقع بازی سازی رو برای تیم استقلال انجام بده. اما حالا برای اینکه بدونیم که تیم استقلال به چه نحوی انجام شیوه میداد برای کارهاش، در این اسلاید ها خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد که به چه نحو قضیه برای استقلال پیش میرفت. و اما زمانی که حریفی در برابر تیم استقلال از سمت چپ این تیم، یعنی از این ناحیه و ناحیه مثل اینجا به این تیم حمله میکنه، این تیم آرایش این چنینی رو به خودش میگیره، یعنی با تشکیل یک مثلث بین منیعی، نوازی و صادقی در واقع اون فضا رو پوشش میده و پشت سر اینها رو هم پژمان منتظری هست که یک پوشش خوب رو میده و در واقع از این ناحیه تیم استقلال خیلی کم ضربه خورده. اما مسئله و مشکل اصلی است